مخلص همه شما موشکافم. آقا درسته که علی گدا خیلی عشق بمبه، اما یه بمبی هست که تا اسمش میاد سیدلی فیروز میپرونه. این بمب ساعتی همونیه که این روزا صدای تیک تاکش بند دل ولی فقیه پاره میکنه. همین پس پریروز بود که علی گدا از ترس گر گرفتن خوزستان ماق کشید که کسانی نشستند دارند طراحی میکنند که اقوام ایرانی را در مقابل هم قرار دهند. این نکته نکته است که دشمنان روی آن انگشت میگذارند. اوضای ارباب عمامه دار که این باشه، تکلیف بقیه روشنه. اینم از سگ لرزه ولایت به خاطر چهارشنبه سوری که تو راهه. آخ که منتظرم اون روز برسه. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از تدابیر ویژه پلیس برای تعطیلات عید نوروز خبر داد. به گفته رادان، اونهایی که در چهارشنبه آخر سال رعایت حقوق مردم رو نکنند تا پایان تعطیلات میهمان پلیس خواهند. به پایه و قبض روح نشی هاپو. شنیدم غیر از این یه پارس دیگه هم کردی و گفتی نگاه نظام به چهارشنبه سوری امنیتی نیست، اجتماعیه. آره ارواح امن، کل نظام رو ویبره امنیتی داره ژلوار میلرزه، بعد این پاچگیر بی صفت دم از نگاه اجتماعی میزنه. برو لای دست بابات. کارش تمامه، میشینه پای منبر، میخونه با پیجامه. بدونه که شبا دیگه خواب نداره، هیچ کاری جاده پیچه دام نداره. دیگه بارا که کچه ها باجه بگیر، خوابه نمیدیگه دیگه باب نداره. همه اینا از ترس همون بمب ساعتی خشم مردمه، همون بمبی که شیخ فری هم تو خونسا کردنش مونده. آقای وزیر فلان، آقای رئیس جمهور، خط قدر دارید میرید راجع به اقتصاد، خط قدر دارید میرید راجع به فلان حرکت فرهنگی که حرکت فرهنگ ایران داره نابود میکنه، فرهنگ پولپرستی داره رواج میده. شما وظیفتون این نیست، وظیفتون چیز دیگه است. بیا اینم از تدبیر دولت تدبیر و امید. آش اینقدر شور شده که صدای آشپزای نابلد نظام هم در اومده. حالا خروش بختیاریای بامرام و داستان سبد کالا کم بود، بحث گرونی بنزینم افتاده سر زبونا. الان بعضی از دولتی ها زمزمه این راه انداختن که بنزین گران بشه. خب اگه بنزین گران بشه، باور بفرمایید زندگی مردم مستضعف مخصوصا طبقه حقوق بگیر مختل میشه. الان کمرشون شکسته، تمام وجودشون شکسته خواهد شد. اینه که من استدعا میکنم و سوال میکنم از جناب عالی، مجلس برای این مسئله آیا عرض کنم که ایستادگی کامل داره که جلو دولت وایسه و بنزین گران نشه یا نه؟ ایستادگی چیه پرتاب؟ مجلس و دولت و علی گدا و باقی اراذل و اوباش همگی دراز به دراز افتادن. اینها گوش کن. اکنون کشور در آن مرحله ای از مشکلات عمیق قرار دارد که باید اقدامات قاطع و فوری انجام شود. در غیر این صورت ممکن است نتوانیم از شرایط اضطرار حاکم بر کشور خارج شویم. آقا رو خروجی رو کور کردن حاجی. از کجا میخوای خارج بشی؟ ببین تو چاه ولایت گیر کردید، هر چقدر تقلا کنید از شرایط اضطرار و اضطراب خارج به جون نیستید که نیستید. توی باطلاق گیر کردید، تیک تاک بمب ساعتی رو بشمار که میره و میره تا بود. Come on.
عاشق میکنم میریزم با بگم.